اشرافویه یا تهران بزرگ در جنوب تهران. این زندان که در سال 94 راه اندازی شد از بزرگترین زندان‌های ایران است. زندانی که در آن ابتدا محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر نگهداری می‌شد، اما در سال‌های اخیر به محلی برای نگهداری سایر زندانیان عادی و زندانیان عقیدتی و سیاسی هم تبدیل شده. وضعیت این زندان در سال‌های گذشته نه فقط مورد انتقاد فعالان مدنی، بلکه حتی مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته. این زندان جای ما نیست. البته باید بگویم جای هیچ یک از زندانیان این زندان در اینجا نیست. به کرات زندانیانی بودند که به خاطر نبود امکانات اولیه جان خود را از دست دادند. این بخشی از نامه علیرضا شیر محمد علی است. زندانی سیاسی جوانی که در خرداد سال 98 در زندان فشافویه به قتل رسید. او پیش از قتلش بارها درخواست کرده بود به زندانی دیگر منتقل شود. گروه پژوهشی اطلس زندانهای ایران در جدیدترین گزارش خود وضعیت این زندان را بحرانی توصیف کرده. در این گزارش که شامل دوره زمانی مهر ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال می شود، روایت‌های تکان دهنده ای از شاهدان عینی درباره سهل‌انگاری نسبت به سلامت زندانیان و اجبار زندانیان به سکوت در قبال بحران، ناکارآمدی و فساد مدیریت زندان ارائه می شود. استفاده از گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته، وجود موش در محیط آشپزخانه، ارائه گزارش نادرست به بازرسان، آب ناسالم، کیفیت پایین غذا و آرد مصرفی برای پخت نان و کمبود تجهیزات از جمله نکات مورد اشاره در این گزارش است. بنابر این گزارش در یک مورد انگشت اشاره دست راست یک زندانی در حال چرخ کردن گوشت قطع شده. زندانی مصدوم در نهایت و پس از انتظاری طولانی با یک کامیون حمله بار به مرکز درمانی منتقل شده. روز بعد از این حادثه هم گوشت چرخ شده که حاوی گوشت انگشت این زندانی بوده تبخ داده شده و به خورد زندانیان داده شده. در یک مورد دیگر انتقال یک زندانی که در یک حادثه در آشپزخانه زندان آتش گرفته بود به بیمارستان با 4 ساعت تأخیر انجام شد. تأخیری که درد و رنج زیادی به این زندانی تحمیل کرد. پاسخ مسئولان به گزارش گروه اطلس زندانهای ایران به دور از انتظار نبود. مهدی کشدار، مدیر عامل خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، این گزارش را پروژه جدید تخیلی حمله به قوه قضاییه خواند. سیاست انکار، سیاست آشنای حکومت و قوه قضاییه. نرگس توسلیان، ایران اینترنشنال.